امروز میریم سراغ هوشمند عقیلی عزیز. انشالله که این داستان هم جالب باشه براتون. خبردار شدیم که خانم دلگش با یه جوانی در یه کلوپی در شمال تهران باقشه بود برنامه داره آمده، گفتن که چقدر پسر قشنگ بخونه و فلان. و خلاصه خودش هم اومد پیش ما، ما دیدیم صدای قشنگی داره، واقعا خیلی اصیله. گفتیم آقای هوشمند ما هستیم، تو هستی؟ گفتم آهنگ داری؟ گفت نه. گفت یکی دو تا آهنگ های دلکش هست و اینا. گفتم خیلی خوب، میتونی خودت آهنگ های خودت رو با کی کار کنی اینا؟ گفت آره. گفتم برو مخارجش با من. یه ما که برنامه داشتیش رو استرش که برنامه خودت باشه. گفت باشه. خلاص این میامدم ما پول برنامه، پول آهنگ ها رو میدادم، پول شاعر رو میدادم، پول استادیو رو میدادیم، همینطور میرم جلو. خلاصه صاحبه چی شد و بعدم بردمش باز این داروش پیش بیژن اسموکینگ براش خریدم و که لباس استیج داشته باشه. ما اومدیم هوشمند عقیلی رو روی معرفی کردیم، تبلیغات های بزرگی رادیو تلویزیونی پوستری همه جا شد. هوشمند رو رو صحنه و خوب درخشید. جوانی بود خوشتیپ اون موقع و با روشی که میومد رو صحنه خیلی جالب بود، کارش هم خوب بود و گرفت. هوشمند دو ماه تو میامه خوب درخشید. ما معمولا دو ماه برنامه میذاشتیم، یه ماه مرخصی میدادیم، باز میآوردن. نمیخواستیم هر شب مردم یه برنامه ببینن. ما یه ما رو که بهش مرخصی دادیم، یعنی دیدیم فردا با کارا داره آگهیشو میکنه هوشمند عقلی در باکارا. ما ناراحت شدیم، بابا عجب روزگاریه. خلاصه ما به بچه گفتیم بابا هوشمند رو وقتی داریم تو باکارا ورش داریم بیادیم. خلاصه بچه ها رفتن هوشمند رو گفتن که شما باید اول میامه با قربانی صحبت کنید. وقتی اومد خیلی برخورد بعدی شاست و کلان کنم. برای چی؟ ما دو ماه شما رو گذاشتیم، یه ماه مرخصی، شما یه ماه چطور رفتی اونجا؟ رو چه حسابی رفتی؟ گفت خب رفتن کنم، من این همه سرمایه گذاری کردم، این همه کارا رو کردم برای شما، این همه چیز که تو بیاری بالا، منم که نمیتونم شما رو هر روز بذارم، این شوی هر روز نیست، اینا باید فاصله داشته باشه. آقا آدم چه بی تربیتی کرد. خلاصه اکبرم یه حولش داد، این رفت کلانتری شکایت کرد. خلاصه تلفن زدن که عقیلی اومده از اکبر شکایت کرده. گفتم باش کنه، اکبر یه همچون جریانیه. اون موقع واقعا وقتی آدم سرمایه گذاری میکنه ناراحت میشه. اکبرم اینم خونهش توی یوسف آباد توی آپارتمانی بود. خلاصه نه اکبر از کجا میره یه شست مرده پیدا میکنه، میره تو اتاقش، تو تختش زیر ملافش میذاره. این شب که میره بخوابه میشه شست مرده است. آقا به اون نشونی عقیلی چهار روز نشد از ایران خارج شد. که بعدش هم که ما اومدیم اینجا دیدیمش، با هم خیلی رفاقت کردیم، خیلی می خوردیم، خیلی برور رفتیم، تو جیم می دیدمش ورزش می کرد و خوشحالم که هنوز سلامته و موفقیت خودشو داره. اصلا که این هنرمند می تونست خیلی جاها بره بالا، ولی خب بعضی وقتا اینا برای صد دو تومن یه دفعه اشتباه میکنن و مشکلات خودشون رو بین میبرن. عقیلی هم به این نوع ما اومدیم
براش زحمت کشیدیم، سرمایه گذاری کردیم که رفت بالا و خدا رو شد با سرگرمی بود برای جامعه که مردم دارن لذت می‌بردن و موقع بران. این داستانایی که میگم بدونید که من تا قبل از انقلاب من تو این در امریکا زیاد با اینا ارتباطی ندارم و این هم که میگم شیرینی موزیکمونه که میگم که یادتون باشه که کیا در استیج میامه و سرمایه ما اومدن بالا، چون میامه بود اون ثروت بود که اومد بالا، اگر نه چرا کاباره های دیگه در تسه هنرمند بدن بیرون؟ چرا هیچ کدومشون نتونستن یک دونه خواننده بدن بیرون؟ حتی تلویزیون های اینجا نتونستن بدن. پس بدونی که ماها خیلی زحمت کشیدیم و دونه دونه به همهشون میدون دادیم و زندگی دادیم و چراغ خونهشون روشن کردیم و هیچ موقع هم بدی بهشون نکردیم. این بود داستانای ما و هتلمون که چه عظمت، چه کاری کردیم و چه کارا کردیم و تاریخچه بزرگ موزیک ما. حتی تلویزیون ملیمون اونجا جون داشت که قدرت موزیکیشو بره بالا. میریم تا